با سلام به بینندگان عزیز جناز تیوی، من ماشالله رزمی برای برنامه فارسی امروز در خدمت شما هستم. هموطنان عزیز، صحبت امروز ما طبق معمول در دو قسمت خواهد بود. در قسمت اول راجع به شکست همه جانبه سیاست خارجی جمهوری اسلامی با شما سخن خواهم گفت و در قسمت دوم به عنوان یک تجربه پیروزی ناسیونالیست ها در انتخابات ریاست انتخابات محلی جزیره کورس در جنوب فرانسه که سرصدای زیادی ایجاد کرده است به عنوان یک تجربه با شما صحبت خواهم کرد. بینندگان عزیز، جمهوری اسلامی با استفاده از تمام ابزار تبلیغاتی خود برای انحراف افکار عمومی هر روز از پیروزی های دروغین خود چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی داده سخن می دهد. اما از چندی پیش عقب نشینی ها، شکست ها و به طور کلی ایزوله شدن بی اندازه جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی بیش از هر زمان دیگر مشهود است. شکست های اخیر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی نشان می دهد که دوره حلمن مبارز طلبیدن این رژیم سپری شده و در بسیاری از مواقع در حالت تدافعی قرار گرفته است. روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس آن یک گزار دموکراتیک با شرکت 15 عضو یا با موافقت 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد و قرار شد در 6 ماه آینده یک دولت ائتلاف ملی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه تشکیل بشود. در این قطعنامه از برکناری اسد حرفی به میان نیامده است، ولی به طور کلی قطعنامه طوری تصویب شده است که خود به خود وجود اسد در آن حذف شده. به همین خاطر جواد ظریف بعد از به اصطلاح این تصمیم اعلام کرد که شما دارید عیسی را به صلیب می کشید بدون اینکه نام او را بر زبان بیاورید. جمهوری اسلامی طی 4 سال نیم گذشته در جنایاتی که در سوریه رخ داده دخالت مستقیم داشته است و به نوعی دستش به خون بیگناهان آنجا آلوده است. تمام تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ اسد بوده، ولی اکنون روسیه و آمریکا برای برکناری اسد از قدرت توافق کردند. بعد از امضای اون قطعنامه سرژی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری وزیر خارجه آمریکا به اصطلاح با محکم دستهای خود را به عنوان پیروزی به هم میزنند. عکسی که در صفحه اول روزنامه لوموند از این صحنه چاپ شده نشان می‌دهد که هر دو در مورد برکناری اسد از قدرت توافق کردند. ولادیمیر پوتین در مسکو مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که پیشرفت‌هایی در این عرصه به وجود آمده است و جان کری از قول ولادیمیر پوتین نقل قول می کند که بعد از دیدار جان کری با پوتین روز سه‌شنبه گذشته پوتین به او اطمینان داده است که اسد گفته هر گونه تصمیم مشترکی که بین آمریکا و روسیه گرفته شود اسد با او از اون تبعیت خواهد کرد. به این ترتیب روسیه و آمریکا در مورد برکناری اسد با هم توافق کرده اند و برنامه ریزی
برای 18 ماه آینده تنظیم شده است. بر اساس این قطعنامه از اول ژانویه مذاکرات بین گروه های مخالف سوری از نو شروع می شود و به تدریج در پایان ژانویه بین گروه های مخالف و بخشی از حاکمیت سوریه که حاضر به آشتی ملی و تشکیل دولت گذار هست صحبت ها شروع خواهد شد. این صحبت ها منجر به تشکیل شورایی خواهد شد که زمینه برقراری یک دولت ائتلاف ملی و برگزاری انتخابات برای تشکیل یک دولتی که همه مردم در آن در به اصطلاح به قدرت رسیدن آن نقش داشته باشند انجام خواهد گرفت. به این ترتیب که از حالا قابل پیش بینی است حدود 6 میلیون نفر از جمعیت سوریه در خارج از سوریه مستقر شدند. سازمان ملل متعهد شده است که در تمام کشورهایی که مهاجران سوری مستقر شدند انتخابات دموکراتیک برگزار کند. می دانیم که این 6 میلیون نفر از دست اسد و سیاست‌های بیرحمانه او فرار کردند و طبیعی است که همه علیه او رأی خواهند داد. همچنین 3/4 خاک سوریه خارج از کنترل اسد هست. بنابراین انتخابات در مناطقی که تحت کنترل مخالفین رژیم هست بعید است که حتی درصد ناچیزی رأی به اسد بدهند. و در خود شهرهای مثل دمشق و لازگیه جکنون اسد مستقر هست بخش بزرگی از جمعیت به این نتیجه رسیدند که بعد از 4 سال جنگ داخلی و کشته شدن بیش از 300,000 نفر انسان بیگناه اسد دیگر مشروعیت ماندن در قدرت را ندارد و باید کنار برود وگرنه جنگ داخلی تمام نخواهد شد. به این ترتیب با عهدنامه‌ای که در شورای امنیت تصویب شده و مراحلی که برای برگزاری انتخابات آزاد در 18 ماه آینده تدارک دیده شده است برکناری اسد از قدرت حتمی است. توافق آمریکا و روسیه در این مورد عملا دست جمهوری اسلامی را در این عرصه کاملا خالی نگه می دارد. جمهوری اسلامی طی 4.5 سال گذشته با تمام قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود کوشید اسد را نگه دارد. ولی بعد از آن که روس‌ها وارد عرصه جنگ در سوریه شدند، جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شد. طبق نوشته مطبوعات بین‌المللی، اخیراً اختلاف بین روس‌ها و سپاه پاسداران در سوریه طوری افزایش یافته که قابل انکار نمی باشد. تلفات پی در پی فرماندهان و سرداران سپاه در سوریه بیش از پیش باعث شده است که سپاه عملا بخواهد پای خود را از جبهه بیرون بکشد. بعضی آمار و اخبار که از داخل سوریه منتشر شده است نشان می‌دهد که بعد در هنگام ورود روس‌ها به جنگ داخلی سپاه پاسداران حدود 7,000 نفر نیرو در سوریه داشت و اکنون در هفته گذشته اعلام شده است که تعداد افراد سپاه پاسداران در سوریه به 1/10 کاهش یافته، یعنی حدود 700 نفر از فرماندهان و به اصطلاح کادرهای سپاه در سوریه ماندند و بقیه از سوریه خارج شدند. این عقب نشینی به دنبال شکست پیشبرد سیاست نگهداری اسد در سوریه
انجام گرفته است. این حالا اول کار است. این یکی از شکست های جمهوری اسلامی و شکست بسیار بزرگی در عرصه سیاست منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی است. شکست دوم جمهوری اسلامی به دنبال آن برنامه‌ای بود که در واقع می‌خواست عمق استراتژیک خود را از تهران تا ساحل مدیترانه بدون وقفه ادامه بدهد. تدارکی که دیده بود، دخالت‌هایی که در کردستان سوریه می‌کرد و عملاً همکاری‌هایی که با اتحادیه میهنی کردستان عراق، جناح جلال طالبانی و انوشیروان مصطفی برقرار کرده بود، اینطور محاسبه می‌کرد که از طریق کردستان عراق به سوریه می‌رسد و از طریق سوریه به لبنان و دریای مدیترانه و به اصطلاح هلال شیعه را از افغانستان تا دریای مدیترانه حفظ می‌کند. اما استقرار بخشی از نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل عملاً این هلال را از میان برمی‌دارد. ارتباط زمینی جمهوری اسلامی با سوریه فعلاً از طریق عراق است، جنوب عراق مکان‌های، ولی از این قسمت دیگر امکان ارتباط با سوریه را ندارد. به ویژه حزب دموکرات کردستان عراق جناح مسعود بارزانی با ترکیه همکاری نزدیکی دارد و با ایران مخالفت می کند. بنابراین این سیاست ها و پیشبینی ها در شمال عراق و کردستان عراق نیز بیش بی نتیجه مانده و شکست خورده. سرصدای تبلیغاتی جمهوری اسلامی طی هفته گذشته در مورد ایجاد پایگاه نظامی ارتش ترکیه در نزدیکی موصل از این شکست حکایت داشت. جمهوری اسلامی نمیتواند در این رابطه قدمی بردارد. ترکیه به یک اقدام سیاسی دیگری نیز در هفته گذشته دست زد که آن هم برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین بود و آن برقراری رابطه مجدد با دولت اسرائیل بود. بعد از واقعه کشتی مرمره که برای کمک به غزه با نیروهای اسرائیلی درگیر شده بود و طی آن 10 نفر از افراد ترکیه کشته شده بودند، رابطه ترکیه با اسرائیل قطع شده بود. طی این 10 سال گذشته البته نه 10 سال، چند سال گذشته روابط ترکیه با اسرائیل به طرق غیر مستقیم و در سطح بسیار پایینی قرار داشت. ولی ترکیه عملا بعد از مذاکرات زیاد با دولت سوریه به این نتیجه رسید که به نفع سیاست‌های خود است که اختلافات خود را با سوریه با اسرائیل کنار بگذارد. دولت اسرائیل قبول کرد که به خانواده کسانی که در جریان ماوی مروره کشته شده بودند غرامت بدهد و دولت ترکیه نیز از ادعاهای دیگرش در این رابطه دست برداشت. برقراری رابطه دولت ترکیه با دولت اسرائیل شکست سیاسی دیگری برای جمهوری اسلامی در این منطقه است. همزمان هفته گذشته عربستان سعودی از تمام کشورهای اسلامی یک اتحاد بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم به وجود آورد. در این اتحاد که از اندونزی تا اعماق آفریقا را در برمی‌گیرد، 34 کشور آمادگی خود را برای مبارزه با تروریسم
به رهبری عربستان سعودی قبول کردند. تنها سه کشور از کشورهای اسلامی در این اتحادیه حضور ندارند و عملا این اتحادیه علیه این سه کشور تشکیل شده است، که عبارتند از جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه. جمهوری اسلامی که مشخص است، عراق که جمهوری اسلامی از حکومت شیعه عراق به شدت پشتیبانی می کند، و سوریه که طی 4.5 سال گذشته تنها با حمایت های مالی و نظامی جمهوری اسلامی توانسته است رژیم اسد را سر پا نگه دارد. این است که تشکیل این ائتلاف 34 کشور مسلمان برای مبارزه با تروریسم و حذف این سه کشور، یا در واقع تشکیل اون اتحاد علیه این سه کشور، شکست دیگری برای جمهوری اسلامی محسوب می شود که نه در جامعه جهانی جایی دارد و نه در میان کشورهای مسلمان، و روز به روز اطرافش به اصطلاح بیگذاری می شود و محدوده عملش بیش از پیش کاهش می یابد. مذاکرات بین حوثی ها و طرفداران منصور عبدی در یمن نیز، که امروز البته بدون نتیجه پایان یافت و قرار شد دو هفته دیگر بار دیگر در اتیوپی دنبال شود، باز هم نشانه ای از شکست سیاست های جمهوری اسلام بین المللی است. زیرا دخالت های جمهوری اسلامی در یمن که قصد در واقع توسعه طلبانه داشت و به اصطلاح خودشان میخواستند رژیم عربستان سعودی را از جنوب و شمال تحت فشار قرار بدهند، با شکست بی سابقه مواجه شده، هرچند که در این رابطه کشور یمن ویران شده است، ولی سیاست های دخالت جمهوری اسلامی نیست همراه با اون کشور در آنجا نابود شده است. دیگر هیچ کدام از فرماندهان سپاه مثل گذشته نمی توانند شعار بدهند و بگویند که لبنان و سوریه و عراق و یمن و بحرین در دست ماست. این رجزخوانی ها شاید بعد از چند ماه قبل برای طرفداران رژیم شنوندگانی داشت، ولی اکنون همه باد هوا شده و کسی از آنها را جدی نمی گیرد. اما یک شکست غیر مستقیم و تصویب تحریم علیه جمهوری اسلامی که می تواند اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی را بیش از پیش ورشکسته در سازد. روز 12 دسامبر مجلس نمایندگان آمریکا بودجه سال 2016 را تصویب کرد. این لایحه بودجه بعداً توسط سنا نیز تصویب شد و به امضای رئیس جمهور رسید و تبدیل به قانون شد. در این لایحه گفته شده است که برای اینکه تروریسم به خاک آمریکا نفوذ نکند، که کسانی که از طی 5 سال گذشته به کشورهای حامی تروریسم مسافرت کردند، هنگامی که بخواهند به آمریکا مسافرت بکنند باید ویزا بگیرند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا با 38 کشور بدون ویزا رابطه دارد. عمده کشورها اروپایی هستند به اضافه ژاپن. البته کشورهای انگلیسی زبان مثل استرالیا، زلاند نو یا کانادا جزو این مسائل محسوب نمی شوند و اینها از قبل بدون ویزا می توانستند با آمریکا رفت آمد بکنند. طبق این زمینه
لایحه بودجه در واقع قطعنامه مستقلی است. هر کس در 5 سال گذشته به یکی از کشورهای حامی تروریسم مسافرت کرده باشد زیر ذره‌بین آمریکا قرار می‌گیرد و بایست حتی اگر به اصطلاح در کشورهای بسیار دوست آمریکا ساکن باشد بایستی ویزا بگیرد. این کشورها عبارتند از سوریه، عراق، ایران و سودان. 4 کشور به عنوان کشورهای حامی تروریسم، مرکز تروریسم در آمریکا شناخته می شوند و مسافرت به این کشورها اگر کسی در 5 سال گذشته به یکی از این کشورها مسافرت کرده باشد حق وارد شدن بدون ویزا به آمریکا را ندارد. گرفتن ویزا یعنی اینکه کنترل کامل اطلاعاتی و امنیتی فردی که میخواهد به آمریکا برود. این مسئله به ظاهر به اصطلاح مشکلی ایجاد نمی کند، ولی ضربه اقتصادی کمرشکنی به جمهوری اسلامی می زند. می دانیم که در مذاکرات هسته‌ای گفته شده بود که اگر تحریم ها برداشته شود سرمایه گذاران خارجی و توریست های خارجی به راحتی می توانند به ایران سفر بکنند و این باعث رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت در ایران خواهد شد. در داخل ایران کسانی که مذاکرات هسته‌ای را پیش می بردند همواره تاکید می کردند که با برداشته شدن تحریم ها سیل سرمایه گذاری به سوی ایران سرازیر خواهد شد. اما می دانیم که سرمایه گذاران اروپایی قبل از اینکه به در ایران سرمایه گذاری کرده باشند سرمایه های هنگفتی در ایالات متحده دارند و در آنجا سرمایه گذاری کردند. بسیاری از این صاحبان سرمایه های بزرگ هر هفته به آمریکا مسافرت می کنند تا با شعبات خودشان در آنجا رسیدگی بکنند. اینان چه انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، سوئدی، هر کسی دیگر میخواد باشد اگر به ایران برود مجبور است برای رفتن به آمریکا و رسیدگی به کارهای خود و به اصطلاح بررسی فعالیت‌های صنعتی یا مالی خودشان در آمریکا مجبور هستند از سفارت آمریکا ویزا بگیرند. گرفتن ویزا از سفارت آمریکا ماها طول می کشد و دردسر بسیار زیادی دارد. به همین جهت این سرمایه گذاران عطای رفتن به ایران را به لگایش خواهند بخشید و به آنجا نخواهند. همچنین این لایحه تیر خلاصی به صنعت توریستی و گردشگری جمهوری اسلامی می زند. طی هفته های گذشته آژانس های مسافرتی در اروپا ثبت نام کرده بودند که برای رفتن به ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها نام نویسی می کردند و چون طی 37 سال گذشته بسیاری از مردم دنیا اخباری از ایران می شنیدند ولی امکان یا اصلاً شرایط رفتن با آنجا فراهم نبود منتظر بودند که با گشایش و برداشته شدن تحریم ها بروند به ایران سر بزنند. ولی کسانی که اگر بخواهند به ایران بروند و مهر جمهوری اسلامی بر پاسپورتشان بخورد دیگر نمیتوانند با آمریکا بروند مگر اینکه ویزا بگیرند. همه کسانی که به کشورهای مثل ایران با کنجکاوی مسافرت می کنند بخشی از تعطیلات سالیانه خود را در سواحل فلوریدای آمریکا می گذرانند یا
علایق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی و هنری علمی در آمریکا دارند. نمیتوانند از اون علایق دست بردارند. صرفا با مسافرت به ایران منافع اقتصادی، روابط فامیلی، ارتباطات هنری و مناسبات علمی خود را با آمریکا قطع بکنند. به این جهت روزنامه فاینانشیال تایم در بررسی این قطعنامه زمینه لایحه بودجه میگوید که این نوعی نقض توافق هسته‌ای است و ایران اگر بخواهد میتواند به استناد آن بگوید که طرف مقابل توافق هسته‌ای را لغو کرده و از انجام تعهدات خود شانه خالی کند. ولی میدانیم که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی و شرایط سیاسیش چنان در واقع در مخمصه قرار گرفته است که به هیچ وجه نمیتواند اعتراض بکند و حتی سران جمهوری اسلامی خواهند کوشید ضررهایی را که این لایحه به اقتصاد جمهوری اسلامی میزند سرپوش بگذارند و در تبلیغاتشان به آنها اشاره نکنند. بهتر نمونش این است که الان طی یک هفته گذشته که این لایحه تصویب شده است، جمهوری اسلامی مطلقا صدایش را در نیاورده که بابا شما دارین توافق را نقض میکنین. طبق توافق هسته‌ای کشورهای 5+1 یا هر یک از آنها حق ندارند تحریم جدیدی علیه ایران وضع بکنند. در صورت وضع تحریم جدید ایران حق دارد توافق را زیر پا بگذارد و تعهدات خود را اجرا نکند. این تحریم غیر مستقیم که در واقع از تحریم های مستقیم ضرر بیشتری دارد در شرایطی تنظیم می شود که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی درمانده شده و رقبای آن و مخالفان آن در جوامع غربی از این درماندگی اطلاع دارند. کشورهای اروپایی می دانستند و می دانند جمهوری اسلامی به این خاطر پای مذاکره آمد و قرارداد توافق هسته‌ای را امضا کرد که درمانده شده بود و تحریم ها آن را در آستانه نابودی قرار داده بود. حالا که در حالت درماندگی است، این فشار را کم نخواهند کرد. جمهوری اسلامی نمیتواند سیاست های ماجراجویانه خود را مثل گذشته ادامه بدهد و تحریم هایش برطرف شوند. اگر تحریم مستقیم تصویب نشد، غیر مستقیم تحریمی تصویب شده است که از تحریم مستقیم در واقع موثرتر و مضرتر است. همزمان نمایندگان آمریکا لایحه تشدید تحریم علیه حزب الله لبنان را نیز به تصویب رساندند. بر اساس آن حزب الله لبنان که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان البته اتحادیه اروپا نه همه کشورها ولی به طور کلی آمریکا از طرف آمریکا به عنوان یک تشکیلات تروریستی، سازمان تروریستی شناخته می شود، در گذشته بعضی از فعالیت‌های اقتصادی او ندیده گرفته می‌شد. اکنون آمریکا اعلام کرده است که هر بانک بین‌المللی که معاملات حزب الله لبنان را انجام بدهد یا با او در انتقال پول شریک بشود از طرف دولت آمریکا مورد تحریم واقع می شود.
و ماهواره هایی که به تلویزیون های تبلیغاتی حزب الله لبنان از جمله المنار جا می دهند و جا به اصطلاح اجاره می دهند، آنها نیز تحریم خواهند شد. بنابراین منابع اقتصادی و منابع تبلیغاتی جمهوری حزب الله لبنان از طرف آمریکا تحریم می شود، این هم تحریم غیر مستقیم دیگری علیه جمهوری اسلامی است، زیرا حزب الله لبنان عملا بخشی از شاخه برونمرزی سپاه پاسداران حساب می شود و هر گونه تحریم علیه آن به نوعی تحریم علیه جمهوری اسلامی است. به ویژه بسیاری از کارهای به اصطلاح تحریم شکنانه جمهوری اسلامی توسط لبنانی ها و عمدتا به دست حزب الله لبنان انجام می گرفت. حزب الله لبنان البته مجانی این کارها را نمی کرد، ولی هر نیازی که جمهوری اسلامی داشت اگر اونها تهیه می کردن، در مقابل به اصطلاح نازشست زیادی نیز از جمهوری اسلامی دریافت می کردن. البته امروز یکی از فرماندهان بلندپایه حزب الله لبنان نیز در سوریه در اثر انفجار ساختمانش کشته شده است و این نشان می دهد که فشار بر حزب الله لبنان که بازوی جمهوری اسلامی در لبنان هست بیش از پیش افزایش می یابد. در میان تحریم حزب الله لبنان موضوع دیگری نیز مطرح شده است. می‌دانیم که سپاه پاسداران سال‌هاست که از طرف آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. یک شاخه برونمرزی آن سپاه قدس کاملاً یک تشکیلات تروریستی شناخته می‌شود. ولی جالب است که کشورهای اسلامی تا به حال این گروه ها سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی نمی شناختند، تا اینکه اخیراً اردن که از طرف سازمان ملل مسئولیت پیدا کرده بود که در میان گروه هایی که در صحنه جنگ داخلی در سوریه هستند، گروه هایی را که میانه رو هستند و گروه هایی که تروریستی هستند مشخص بکند. در میان این 50 گروهی که اردن در واقع در درون سوریه شناسایی کرده، سپاه پاسداران نیز جزو گروه های تروریستی معرفی شده است و این در دیدار نیویورک بین جواد ظریف و وزیر خارجه اردن مشاجره ایجاد کرد. البته نماینده وزیر خارجه اردن گفت که اردن این تصمیم را تنهایی نگرفته است، بلکه با مشورت با بعضی از کشورهای منطقه که امکانات و آشنایی های بیشتری در عرصه جنگ در سوریه دارند این تصمیم اتخاذ شده است. بنابراین اگر تا امروز سپاه پاسداران فقط از طرف آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی، آمریکا و اسرائیل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شد، حال اردن نیز آن را گروه تروریستی معرفی می کند، آن هم به توصیه سازمان ملل متحد. یعنی در واقع سازمان ملل متحد نیز سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی در لیست گروه های تروریستی قرار می دهد. این همه بخشی از شکسته های جمهوری اسلامی است که در صحنه بین المللی رخ می دهد و روی همه اینها با تصویب باز هم محکومیت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر برای 37 بار نشان می دهد که نشست مذاکرات هسته‌ای، توافق با آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 به هیچ وجه باعث نشده است که جامعه جهانی از توجه به حقوق بشر در ایران صرف نظر بکند، برعکس
فشار بر سر مسئله حقوق و بشر بر جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد، همچنان که در عرصه‌های دیگر نیز افزایش یافته است. تمام امید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به حمایت روسیه بسته شده بود و اکنون روسیه با توافقی که بر سر برکناری اسد با آمریکایی ها انجام داده است، این امید جمهوری اسلامی نیز تبدیل به ناامیدی می شود. بینندگان عزیز، در اینجا برای چند لحظه اعلان تنفس می کنیم. بعد از چند لحظه من باز در خدمت شما خواهم.